برای فرزندش مشکل ساز می شود. هاجر رستمی مطلق در گفتگو با پیام یزدیان همچنین عنوان نموده که با گذشت 19 ماه از کشته شدن فرزندش شکایت او برای یافتن قاتل و یا قاتلان فرزندش در مرحله مقدماتی است و وی خاطر نشان نموده که در مرحله بازپرسی به اتفاق عبدالصمد خرمشاهی وکیل پرونده در جلسه بازپرسی شرکت داشته و عباس جاوید کارگر فردی که از آن به عنوان مظنون به قتل نام برده می شود با وی مشاجره لفظی داشته است و جلسه بازپرسی و تحقیقات مقدماتی پرونده ندا ناتمام مانده است. برای تولد ندا که من برنامه خاصی نداشتم چون میدونستم به هر حال مشکل ساز میشه. به این دلیل خیلی ازم سوال کردن تولد ندا چی کار میکنی، گفتم هیچ برنامه ندارم. ولی خودمون حدودا 10 نفر بودیم رفتیم سر خاک، 3 تا 4 پیش ندا بودم. بعد اونجا من و آقا سلطان و بعد به اتفاق خواهر و برادر رفتیم تو امیرآباد، یعنی محله ای که ندا در اونجا کشته شد. بله، بعد شمع روشن کردم، گل بردم اونجا، پرپر کردم براش. من احساس میکنم تولد واقعی ندا اونجاست چون ندا رو یه ایران و یه دنیا شناخته و تا روزی که زنده هستم تولد ندا رو حتما اونجا میرم. خانم آقا سلطان، نمیدونم آیا در جریان هستید یا نه، اخیراً جمهوری اسلامی مجوز ساخت فیلمی رو به 2 دانشجو داد که این 2 دانشجو به محل کشته شدن ندا میرن و قصد دارن که با افراد محله صحبت کنن که اونها با ترس و وحشت از صحبت کردن در این زمینه خودداری میکنن. آیا با شما همچنین برخوردی دارند افراد محله؟ من از روزی که رفتم امیرآباد هر ماهی یه بار، 2 ماه یه بار سیوم سعی میکنم اونجا باشم. میرم نه محله امیرآباد همشون با من، یعنی همه مردم با من هست، با من، یعنی واقعیت ها رو به من میگن، ولی میگن ما میترسیم بخوایم بگیم برای ما درد سر درست میشه. و نتیجه پیگیر قاتلش چه بوده، چه جوابی دادن؟ 24 شهریور اولین باری بود که ما رفتیم پیش آقای شهریاری، بازپرس پرونده است رفتیم. بعد عباس کارگر جاوید آورده بودن اونجا، من اولین بار اونجا باش روبرو شدم. بعد یه مقدار درگیری لفظی باش پیدا کردم، به هم توهین کرد، برگشت به هم گفت که ندا ول بوده، صاحب نداشته، اگه پدر مادر داشته تو خیابون نبوده بغل یه نامحرم جون بده. من فقط در جوابش برگشتم گفتم 100% حق با شما، چون سال 57 ما ولایی تو خیابون بودیم، شما درست میگین، ما رفتیم سال 57 انقلاب کردیم. بعدش به من گفت تیپ و قیافت معلوم تو علی حرفا نیستی. گفتم شما درست میگی. بعد شرایطش خیلی برام سنگین بود، نتونستم تحمل کنم. 7 مهر دوباره باید میرفتیم که من از آقای خرمشاهی خواهش کردم که آقای خرمشاهی من برام سخت نمیتونم، ما نمیایم. و آقای خرمشاهی خودشون رفتن. بعد یک مرتبه دیگه هم پیش آقای شهریاری رفتم، آقای شهریاری گفتن شما منتظر باشید که ما برای بازسازی صحنه قتل ندا بهتون خبر بدیم. من منتظرم. خانم آقا سلطان، تا کنون دولت جمهوری اسلامی و افراد سرشناس نظام موضع‌گیری های متعددی در خصوص مرگ ندا انجام دادن و برخی اون رو به سازمان‌های اطلاعاتی غرب نسبت دادن و برخی گفتن یا کار مجاهدین خلق بوده یا پزشکی که ندا رو به بیمارستان می‌برده در اتومبیل او رو کشته. آیا با همه این شرایطی که هست امیدی به یافتن حقیقت دارید واقعا؟ مطمئن نیستم، نه.